زائران پاکستانی برای شرکت در زیارت اربعین حسینی با مشکلاتی فراوان مواجه هستند به گفته یکی از روحانیون شیعه پاکستان کنسولگری ایران نتوانسته ویزای زائران پاکستانی را به موقع صادر کند و این موضوع علاوه بر بروز مشکلات برای شیعیان برای برخی افراد سودجو فرصتی را به وجود آورده تا با دلالی و در ازای مبالغی هنگفت اقدام به اخذ ویزا برای شیعیان کنند مظهر عباس علوی از روحانیون شیعه پاکستان در ادامه گفت تا کنون تنها برای 25 هزار نفر ویزای ایران صادر شده در حالی که تعداد زایران و علاقه مندان بسیار بیشتر از این تعداد هستند گفته‌نیست بسیاری از زائران پاکستانی ویزای کشور عراق را دریافت کردند و فقط ویزای کشور ایران با تأخیر در حال صدور است. شیعیان برای شرکت در مراسم زیارت میلیونی اربعین با کمبود وسایط نقلیه مواجه هستند ولی دولت ایالتی بلوچستان هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده است. در حال حاضر بیش از 600 اتوبوس حامل زایران از مناطق مختلف پاکستان سعی دارند برای شرکت در مراسم اربعین حسینی با عبور از بلوچستان وارد ایران شوند اما فقط به 140 اتوبوس اجازه ی حرکت داده شده است دولت ایالتی بلوچستان به بهانه تامین امنیت حرکت اتوبوس های حامل زوار را به تأخیر می و آنها مجبورند چند روز در شرایط سخت توقف کنند و نگرانند با توجه به تأخیر در ویزای ایران و کوتاهی مسئولین ایالتی به زیارت اربعین حسینی نرسند. برخی زائران نیز از قبل بلیت هواپیما تهیه کردند اما اگر ویزای آنها صادر نشود از یک سو باید هزینه لغو بلیت را پرداخت کنند و از طرف دیگر نمیتوانند خود را به مراسم اربعین برسانند شیعیان پاکستانی از شاهد خاقان عباسی نخست وزیر پاکستان و همچنین حکومت ایران خواسته تا با صدور ویزای به موقع و تأمین عبور آسان و سریع آنان را در رسیدن به زیارت میلیونی اربعین حسینی یاری کنند پیش از این نیز شیعیان به دیرکرد تحویل ویزا توسط ایران و توقف های طولانی مدت اتوبوس ها اعتراض کرده بودند.